سوال 16 سوالی است از دور تناوب. دور تناوب از مباحث 12مه‌تونه. نمیتونم بگم حتما تو کنکور میاد، ولی احتمال اومدن داره. ببین معادله مثلثاتی رو میشه گفت که تقریبا هر سال اومده، پس شانس اومدن زیاده. یا نمودار مثلثاتی همینطور، ولی دور تناوب رو میشه گفت که شاید بیاد شاید نیاد. نکته مهم دور تناوب دو تا نکته مهم داشت. یکی این که سینوس آیکس و کوسینوس آیکس دور تناوبشون دو پیاون بود، و دیگر این که تانژانت آیکس و کوتانژانت آیکس پیاون بود. اوکی؟ نکته مهم بعدی، قبل پیدا کردن دور تناوب گفتم چیکار کن؟ تا جایی که میشه به شکل جمع و جورتر و ساده تری درش بیاد، کاری که اینجا انجام میدهیم. fx هست سینوس x در کوسینوس x در سینوس 2 منهای کوسینوس 2. خب به جای این میذارم 1/2 سینوس 2x. اوکی، به جای این چی میذارم؟ منفی کوسینوس 2x. پس انگار که داره تابع جمع جورتر میشه، تابعشون منفی 1/2 سینوس 2x کوسینوس 2x. ضرب این دوتا میشه چی؟ 1/2 سینوس 4x. پس fxمون میشه منفی 1/4 سینوس 4x. دیگه از این جمع‌تر نمیشه. حالا دوره تناوب 2π/4 یا π/2 میشه، میشه گزینه 3. اصطلاح دقیق‌تر این دوره تناوب اصلیه، ولی قبلا تو درس هم براتون گفتم کتابتون کلمه اصلی به کار نمیبره، میگه دوره تناوب، ولی این در واقع دوره تناوب اصلیه. خب میریم به سراغ سوال 17. سوال 17 از تابع درجه 2 پای ثابت کنکورها در 20 سال اخیر. حالا شاید یکی دو باری از دستشون در رفته ندادن، ولی عوضش یه صافی جبران کردن دو تا دادن. سوال 17 میگه به ازای کدام مجموعه مقادیر M این سهمیه که معادلش رو دارم براتون می نویسم همواره پای محور ایکس هاست؟ خوب میگیم آقا این سهمی قرار پایین محور ایکس ها باشه، یعنی اینجا نباشه. خوب وقتی قرار بالا نباشه تو به من بگو مینیموم دار باید باشه یا ماکسیموم دار؟ آفرین، ماکسیموم دار. چون مینیموم دار باشه شاخه ها بالای محورم میرن، پس ماکسیموم داره. خب ریشه داشته باشه نداشته باشه؟ ریشه یا نداشته باشه یا نهایتا ریشه مضاعف داشته باشه که به این بچسبه. چرا؟ چون اگه ریشه ساده داشته باشه مجبور میشه از این رد بشه، رد بشه دیگه تابع فقط پایین محور طولها نیست. پس ما دو شرط داریم رفقا. یک، ضریب ایکسو یعنی همون آی معروف منفی باشه. یک منهای ام منفیه، ام بزرگتر از یکه. و شرط بعدی چیه؟ دلتا. دلتا باید چی بشه؟ کوچیکتر مساوی است. آقا دلتا بگیر به دو منهای 4 آسه یعنی به اضافه 4 در یک منهای کوچیکتر مساوی صفر. مرتب کنیم. اولا پیشنهاد میکنم این 4 رو بزن راحت تری. حالا به تمام برسون. ام دو منهای 6m به اضافه 9 یعنی شد ام دو منهای 7m به اضافه 10. اینم که میشه تجزیه کرد این شکلی،
ما جایی رو میخواییم که منفی باشه، میشه بین دو ریشه، میشه بین دو ریشه. حالا بین این و این میخوام اشتراک بگیرم، میشه خود همین، میشه ام بین دو و پنج. گزینه یه دوه، مساوی نذاشته، خب نذاشته باشه. وقتی مساوی نذاشته یعنی اینجا کوچیکتر مساوی صفر نگرفته، فقط کوچیکتر از صفر گرفته، اشکالی نداره. البته یه جورایی سوال داره درست عمل میکنه، خب چون داره میگه همواره پای محور عیسی، یعنی اگر میخواست این اتفاق بیفته باید میگفت همواره پایین محور عیسی یا مماس برم. اما تجربه من نشون داده بعضی وقتا جواب مساویدار تو گزینه ها میدن و تو صورت هم نگفته یا مماس برم. پس تو اینو برو شک نکن که تو گزینه ها یا با مساویشو میبینی یا بدون مساوی. امکان نداره توی گزینه مساویدار بده، توی گزینه بدون مساوی، و صورت سوال هم همین باشه، اون امکان وزیر نیست. خب سال 18، سال 18 سال 18 راجب ریشه هاست. میگه در معادله 3x منهای 17x به اضافه M مساوی است. یک ریشه از 3 برابر ریشه دیگه 3 تا بیشتره. ببین من ریشه ها رو آلفا و بتا فرض میکنم، اوکی؟ یک ریشه یعنی آلفا از 3 برابر ریشه دیگه 3 تا بیشتره، تموم شد. پس آلفای منهای 3 بتا میشه 3. خب این رابطه شد. یه رابطه دیگه از کجا میارم؟ اسوپی معادله. اس یعنی جمع ریشه ها، مگه نمیشه منفی بیا او؟ درسته؟ اینو دستگاه کن حلش کن. مثلا اینو تو منها ضرب کن با این جمع میشه چی؟ میشه 4 بتا مساویه این میشود 8/3. از اینجا بتا میشه 2/3. بتا رو بذار 2/3، آلفا چی میشه؟ 3 تا 2/3 به اضافه 3 میشه 5. چی میخواد ازت؟ امو میخواد. آقا ضرب ریشه ها اگه نمیشه سیاه یعنی ام سوم میشه یا نمیشه؟ میشه. پس اینو تو این ضرب کن میشه 10/3 مساوی ام سوم یعنی ام میشه 10. گفتنه دو. سوال 19، سوال 19 یه معادله گویا داره. معادله های کسری یعنی اون جاهایی که جمع و ترکیب دو یا چند تا از مساوی عدد شده رو بهشون میگیم معادله گویا. یادت باشه حل معادله گویا اصلا کار سختی نیست. مخرج مشترک میگیریم، طرف وسطی میکنیم و حل میکنیم. فقط حواست به یه نباید باید باشه. چی اون نباید؟ اگر تو جوابای نهاییت به من گوش کن، تو جوابای نهایی ریشه مخرج ها هم تو جوابات بود، اونا رو قابل قبول نمیدونیم. همین میگه معادله داریم اینه 2x به اضافه 3 x منهای 1 منهای 2x منهای 3 به x به اضافه 1 شده این چند میشه داره؟ خوب آقا یه مخرج مشترک بگیریم، x منهای 1 x به اضافه 1 صورت چی میشه؟ 2x به اضافه 3 در
x به اضافه یک، دو x منهای سه در x منهای یک شده ایم. رفقا میتونم x و منهای یک و دو طرف بزنم؟ آره. چرا؟ چون این مخرجه، اصلا ریشه هاشم درات برای من قابل قبول نیست. پس مرتبش کنم، این میشه 2x دو به اضافه 2x به اضافه 3x به اضافه 3 منهای 2x دو به اضافه 2x به اضافه 3x منهای 3. این شده چند؟ 10. این دوتا بای بای، 5x و 5x 10x، این دوتا هم که میره شده 10، x میشه چند؟ 1. معادله چند میشه داره؟ گول نخوری بگی یه ریشه. این یکی که به دست اومد ریشه مخرج نبود یا بود؟ پس این یکی قابل قبول نیست، یعنی این معادله جواب نداره. اوکی؟ پس تو این تیم سوالا تله وجود داره، آدم ها ممکنه توش گیر کنن. سر چی گیر کنن؟ جوابی به دست بیارن که ریشه مخرج باشه و قابل قبول نباشه. میریم سوال 20. سوال 20. پاس ضرب ریشه های حقیقی معادله این چی میشه؟ خب معادله گنگ، یعنی معادله که توی سر و کله رادیکال پیدا میشه، واسه حلش باید رادیکال دار رو بکشونیم یه طرف، بقیه رو ببریم اون طرف و طرفه رو به توان دو برسونیم. اما اینجا چه مشکلی پیش میاد؟ اگه من دو طرف به توان دو برسونم میشه یه معادله درجه 4، از چاله افتادم تو چاه، حالا درجه 4 رو چکار کنم؟ یه کوچولو دقت کن، خیلی راحت حل میشه. کافیه اسم اینو بذاریم تی. خب یعنی یا اصلا میتونم اسم کلش رو بذارم تی، یعنی میشه تی مساوی رادیکال x رو به اضافه 4x به اضافه 3 رو گرفتم تی دیگه، x رو به اضافه 4x به اضافه 3 رو میگیرم تی، این به اضافه 2 داره. آقا من به جایی که اینو بخوام به توان 2 برسونم و حل کنم، اینو حل میکنم. خیلی آسون تره، به توان 2 برسون، همه رو ببر یه بر، جمع این دوتا شده این. پس یه دونه تی منهای یکه، یه دونه منهای سیام. اوکی؟ خب این دوتا مگه جوابای این معادله نبودن؟ آیا هر دوشون قابل قبولن؟ خب این غیر قابل قبوله. چرا؟ چون منهای یک مساوی رادیکال نمیشه، ولی این اوکیه. خب تی چی بود؟ x2 به اضافه 4x به اضافه 3 بود، میارمش این بر. حالا اینجا باهوش باش، سوال چی میگه؟ میگه ضرب ریشه ها رو میخوام. خب یه آدم میتونه کم دقت باشه، دلتا بگیره ریشه ها رو پیدا کنه بعد تو هم ضرب کنه، یه آدم میتونه حواس جمع باشه بگه حاصل ضرب ریشه هاش رو مگه نمیخوای؟ خب میشه سیاه اون دیگه، تمام میشه یکی. حالا خب این هم این معادله گنگ بود که ممکنه تو امتحانتون باشه، یعنی در کنکورتون معادله گویا و معادله گنگ هم احتمال داره از هر کدوم یه دونه باشه، هم احتمال داره فقط یکیشون باشه، هم احتمال داره از هیچ کدومش نره. پس موضوعی نیست که با قطعیت بگیم میاد یا بگیم نمیاد. سوال 21. سوال 21 مایم و یه نامعادله. خب مرور میکنیم با هم ببینیم باید چی کار کرد.
میگه این نامادره مجموع جوابش به کدام صورت؟ خب رفقا حل عادیش چجوریه این سوال؟ حل عادیش اینه یه بار باید اینو حل کنم، یه بار باید اینو حل کنم، بین جواب ها اشتراک بگیرم. خدا وکیلی تو میگذه. چرا؟ چون یه بار که باید اینو حل کنی، یکو باید بیاری این بر مخرج مشترک بگیری تقدم بر اینو میخوای حل کنی، سه رو بیاری اون بر مخرج مشترک بگیری تقدم بر بیچاره میشی. خب چی کار کنم؟ جوابو تو گزینه ها بد داده، بیا عدد گذاری کن. من چهار تا گزینه رو برات بنویسم. گزینه یک میگه آر بجز بسته منهای 6 تا 4. خب یعنی در واقع اینه، گزینه یک اینه. گزینه دو آر بجز بسته منهای 4 تا 6، یعنی گزینه دو اینه. گزینه سه بزرگتر چهار، گزینه چهار هم کوچیک‌تر. یه عدد بنداز توش، یه عدد در چارچوب این گزینه ها بنداز توش. مثلا ایکس رو بذاریم 5. 5 بذارم چی میشه؟ میشه 10 - 7 - 5 + 1 = 6. 7/6 قبول داری از یک بیشتر و از سه کمتر؟ آره. پس 5 جز جواب 7. گزینه 1 بمونه، گزینه 2 خدا حافظ، گزینه 4 هم خدا حافظ. یعنی یا 1 میشه یا 3. یه نگاه بکن تو به چی بذارم. قسمت مثبتشون که اینه همه، اون یه قسمت منفی داره. خب مثلا من بذارم منهای 7، اگه صدق کنه اونه، صدق هم نکنه اینه، تموم شد. منهای 7 بذار، صورت چی میشه؟ منهای 17، مخرج چی؟ منهای 6، یعنی شد 17/6. یعنی 2 و خورده‌ای بین 1 و 3 هست. پس منهای 7 هم اوکیه، جواب سوال اینه. دیدی؟ قرار نیست تو کنکور همه سوالا رو این اصولا بشینی از اول دونه دونه حل کنی. کسی باید جایزه نمیده که. مهمه که تست رو بتونی سریع در جواب بدی. قبلا هم سر کلاس بارها گفتم تو نامعادله هایی که جواب تو گزینه ها میده، اول تلاش کن با عدد گذاری حل کنی. به ندرت ممکنه پیش بیاد سوالایی باشه که جواب تو گزینه ها داده شده باشه ولی عدداش خیلی عدد بدی باشه، اونجا دیگه مجبوری حل کنی. ولی غیر از این حالت رو به این صورت عمل کنی. خب سوال 22. سوال 22 سوال 22 باز هم یک نامعادله است. به چرا میگم به به؟ چون جواب رو تو گزینه ها داده، یعنی تو کافیه یک کوچولو به خود زحمت بدی با عدد گذاری گزینه صحیح رو پیدا کنی. همین. خب عدد بذاری، مثلا یه عدد بگو بذارم 2 بذارم. نه عدد خوبی نیست. چرا؟ 2 تو اینه، تو اینه، تو اینه و تو اینه، چیزی رو برام حذف نمی کنه. ولی مثلا 3000 خوبه. 3000 میشه چی؟ 3 به اضافه 3 کوچیکتر مساویه 3/2 به اضافه 3. این میشه 4.5، این میشه 6. پس این نشد. یعنی 3 جزء جواب نیست. گزینه 2 خدا حافظ، گزینه 4 تا خدا حافظ. یا 1 درسته یا 3. خب آخراشون که مثل همه، اولاشونه که فرق داره. مثلا منهای 6 بذاریم، منهای 6 بذاریم، اون طرف چی میشه؟ این
این تبدیل چی میشه؟ یعنی شد صفر کوچیکتر مساوی صفر، درسته، منهای 6 جزء جواب هست، میشه گزینه صفر. حال کن وقتی جواب تو گزینه ها میده با تکنیک متش بیا عدد گذاری کن و گزینه صحیح رو پیدا کن. خب میریم سوال 23. سوال 23 میگه نمودار تابع fx مساوی قرب x منهای 1 رادیکال x به x منهای 1 کدام است؟ خب آقا میام دو ثابته ایش میکنم، میگم واسه xایی که از 1 بیشترن این خودش میاد بیرون. خب این دوتا با هم میرن یه رادیکال ایکس خالی میمونه، یعنی تابعی که قرار پیداش کنم واسه ایکسای بزرگتر از 1 باید رادیکال ایکس باشه. اگه به گزینه ها نگاه کنی گزینه 1 و 4 میپره، یا 2 درسته یا 3. ببین چقدر گزینه قرونی خوبه، انتخابای تو رو کمتر میکنه. برای ایکس کمتر از 1 یادت باشه کمتر از 1 بیشتر از 0 هم باید باشه، چون رادیکال اجازه نمیده که زیرش منفی شه. خب اینجا چی دارم؟ منهای ایکس منهای 1 در رادیکال ایکس، اینا رو با هم میزنم میشه منهای رادیکال ایکس. پس تابع من از 0 تا 1 منهای رادیکال ایکس قراره باشه، یعنی خود رادیکال ایکس رو قراره کنم بیار پایین، و از 1 به بعد خود رادیکال ایکس باشه. جواب میشه گزینه 2. خود صفرش هم که البته میتونه باشه. اینا تو پرمو جواب میشه گزینه 2 و جواب میشه گزینه 3 براش. جواب میشه گزینه 3 همیشه. سوال 24 سوال 24 ظاهرم یک سوال دامنه تابع است. خب دامنه از موضوعات قدیمیه که بارها و بارها تو کنکور اومده، اما چرا میگم ظاهرم؟ چون واسه پیدا کردن دامنه عملا یه معادله براکتی هم باید حل کنیم. خب تابع من کسره، توی این کسر یه رادیکال دارم. رادیکال موجود زبون نفهمیه، میگه من نمیفهمم این زیر باید مثبت باشه. میگیم خیلی خوب، x2 کوچیکتر مساوی 4، x بین منفی 2 و 2. از طرفی تابع کسره، جاهایی که مخرج رو صفر کنه قابل قبول نیست، پس این مخرج رو مساوی صفر بذار. براکت x دوم میشه 1، x دوم بین 1 و 2، x بین 2 و 4. خب این میگه من فقط این رو قبول دارم. این شرط میگه این عددا به درد من نمیخورن، اینا عددای بدن، عددایی که مخرج را صفر میکنند، اینا عددایی که مخرج صفر میکنند. پس دامنمون فقط دوش با اون مشترکه که حذفش میکنی میشه این. گفته بود دامنه فاصله بسته آبی، پس آ اینه، بی اینه، بیشترین مقدار بی منهای آ میشه 4. چرا میگه بیشترین مقدار؟ برای اینکه شما هر بازه‌ای کوچیک‌تر از اینم میتونست در نظر بگیری. البته اگه تو سوال میگفت همه دامنه تابع به صورت اینه دیگه آخرش بیشترین مقدار رو لازم نبود به کار ببره. سوال 25
موضوع هندسه تحلیلی یا عنوان قدیمی هندسه مختصاتیه. میگه سه تا نقطه داریم، اینو میگه این سه تا روی یک خط راست واقع اند، بگو آ کدام است. میگیم خیلی خوب، مگه نمیگی این سه تا روی خط راستن؟ این مثلا آ، این ب، اینم مثلا سه. پس شیب خطی که از این دوتا میگذره با شیب خطی که از این دوتا میگذره با هم چیه؟ برابره. خب ام آ ب رو پیدا کنیم، ام ب س رو پیدا کنیم. ام آ ب، آ ب ایگرگ این، من های ایگرگ این، ایکس این، من های ایکس این، یعنی میشه 8 به روی ام به سه ایگرگ این، من های ایگرگ این، ایکس این، من های ایکس این. پس شد دو آی به اضافه سه، من های دو به اضافه آ، میشه من های یک به روی. این دوتا باید با هم مساوی باشه، درست شد؟ قرار شد ام آب با ام بس مساوی باشه. یه طرف وسط این انجام بده، 24 آب اضافه 8 23 آب میشه منهای 7، آب میشه منفی 7 23 بنده، آب میشه منفی 7 23 و گزینه یک میشه. این هم سوال 25. خب سوال 26 یه معادله است، میگه معادله 2 به توان x به اضافه 1 مساوی 6 منهای x چند ریشه دارد. آقا قیافه این معادله شبیه اونایی که ما بلدیم نیست. خب ما هر معادله‌ای رو بلد نیستیم حل کنیم، درجه یک باشه، درجه دو باشه، معادله نمایی خاص باشه، اینا رو بلدیم، یا مثلثاتی باشه، اینا رو بلدیم. اینجا که یه طرفش نمایی، یه طرفش چند جمله‌ای، ما بلد نیستیم حلش کنیم. خب اوکی، اینجور معادله ها از راه شکل یا روش هندسی میریم. من میام شکل دو طرف رو میکشم، خب این میشه دو به توان ایکس به اضافه یک، یعنی یه دونه میبرمش بالا. اینجا به جای اینکه یک باشه میشه چند؟ دو. اوکی، اون طرف چیه؟ منفی x به اضافه 6. بیا چند هم دیگه رو قطع کردن؟ یه جا معادلت یک ریشه مثبت داره، گزینه یک. عدد اون ریشه چیه؟ نمیدونم. عدد اون ریشه رو نمیدونم. بعضی وقتا ممکنه بتونید با حدس و اینا بفهمید، ولی در حالت کلی روش هندسی یا روش شکل راجب تعداد نظر میده، نه مقدار. سوال 27 یک معادله لوگاریتمیه. معادله لوگاریتمی خیلی تو کنکور پرتکرار بوده، یعنی خیلی وقتا طراحا که خواستن از لوگ سوال بدن، سوال رو در قالب چی دادن؟ معادله دادن. معادله من هست لوگ x و من های x، من های 6، من های لوگ x، من های 3 مساویه لوگ 2x، من های 5. میگه از این معادله مقدار لوگ این در پایه 4 کدام است؟ یعنی تو اول دو رو اینو حل کن. خب دوست خوبم، برای حل معادله به دو چیز حواست باشه. اول اینکه تا جایی که میتونی عبارات رو جمعش کن،
یعنی منهای نشونه به لوح تقسیم تبدیل کن. دوم این که دامنه رو همین اول پیدا کن. خب همین اول پیدا کن محدوده این مجازش رو، بعد برو معادلت رو حل کن که اگه جواب هایی که به دست میاری تو اون محدوده قرار نگرفت بگی قابل قبول نیستن. میتونی دامنه رو همین اول پیدا کنی، میتونی هم یک کار دیگه بکنی، بری بدون توجه به دامنه معادلت رو تا حل کنی، جواباتو تو این فرم بیایی بذاری ببینید صدق میکنن یا صدق نمیکنن. پس در حل معادلات لوگاریتمی همیشه انتظار اینو داشته باش که ممکنه جوابی به دست بیاری و قابل قبول نباشه. منهاست اینو تبدیل میکنه به تقسیم، این به روی این میشه لوگ دو ایکس منهای 5. خب این رو میشه نوشت ایکس منهای 3 در ایکس به اضافه 2، درسته؟ و این دوتا رو با هم بزنیم، یعنی لوگ حالا دو طرف دو تا لوگ تو مبنای یکسانه، این جلوهاش رو مساوی میذاریم، x شد 7 که این x هم این تو رو مثبت میکنه هم این تو رو هم این تو، مشکلی نداره. حالا چی میخواد؟ این 7 رو میندازیم اینجا، میشه لوگ فرجسته 8 مبنا 4، فرجسته 8 میشه 2، مبنامونم 4 یه 2 به توان 2، پس یه دونه 1 دوم میره بیرون، این هم که یکه میشه یکه، گزینه دو میشه. سوال 28، سوال 28 میگوید لوگه فرجسته 2 8 در مبنای رادیکال 32 چی میشه؟ خب من باید توان 2 رو مشخص کنم، اینو میتونم بنویسم لوگ فرجسته 2 مبنا رادیکال 32 منهای لوگ 8 مبنا رادیکال 32. یادمون باشه 8 دو به توان 3، 32 هم دو به توان 5، پس این اولیه میشه 2 به توان 1/3، 2 به توان 5/2، اینم 2 به توان 3، دوباره 2 به توان 5/2. طبق خواص لوگ توانا میان بیرون نقش ذریع پیدا میکنن، پس میشه 1/3 به روی 5/2 لوگ 2 مبنا 2 که این یک منهایه، دوباره توانا میان بیرون 3 به روی 5/2 لوگ 2 مبنا 2، پس این میشه 2/15 منهای 6/5، 2 منهای 18 میشه منهای 16/15، گزینه دو میشه. خب سوال میشه سوال 29، سوالی از ساده کردن رادیکال ها فصل 3 کتاب 10. پیش بینی می‌کنه که سوال مستقیم داشته باشه تو کنکور، پس خواص رادیکال ها اتحاد و تجزیه اینا رو مرور کنید. خود نمای لوگاریتمی یه سوالش که قطعیه تو کنکور، حدس من اینه که امسال دوتا رو داشته باشه. سوال 29، آ برابر با 2 رادیکال 50، 4 رادیکال 70
این میشه دو تا 50 میشه 25 ضرب در دو 25ش رو جذب بگیر بیار بیرون پس شد این 75 میشه 25 ضرب در 3 25ش رو بیارم بیرون میشه چی؟ 5 50 تا 20 رادیکال 3 48 میشه 16 ضرب در 3 16ش رو جذب بگیرم بیرون بیارم میشه چی؟ 4 پس میشه منهای 20 رادیکال 3 اینم که 4 دوتای دیگه 2 رادیکال 2ه خب آقا این دوتا که با هم رفتن 10 رادیکال 2 منهای 6 رادیکال 2 میشه 4 رادیکال 2 گزینه این آه این آه سوال آدو رو میخواد خب همین رو به زبان دو برسون 16 ضرب در 2 میشه 32 علف اینم از ساده کردن رادیکال ها فصل 3 دهم سوال مستقیم داره تو کنکور حواست بهش باشه سوال 30 هم باز به این فصل برمیگرده بحث تجزیه است میگه که کدام عامل در تجزیه عبارت این وجود دارد خب من میخوام اینو تجزیه کنم میشه از چیزی فاکتور گرفت بله از آیه منهای یک فاکتور میگیرم چی میمونه آیه منهای یک به توان دو منهای یک میمونه پس شو آیه منهای یک در آ و منهای دو آ یک منهای یک هم که با هم مینم خب اینم که میشه آ در آیه منهای دو در تجزیه اون کدام وجود داره آیه منهای دو خیلی هم ساده و راحت بود اینا همه مباحث پایه است بچه ها سوالایی که تا الان حل کردیم یعنی تا سوال 30 حل کردیم همشون مباحث پایه‌ن پایه تو کنکورتون نقش پررنگی داره تمام مباحث پایه‌تون رو دونه به دونه بهتون درس دادم و کامل گفتم عمدهشو تابستون خونده بودیم ولی خب قسمت‌هایش هم در طول سال با هم دیگه خوندیم جزوه ریاضیات پایه‌تون رو خیلی خوب مرور کنید اون جزوه خیلی جزوه قیمتی و به درد بخوریه کل پایه‌تو تو اون 5 فصل آورده بودم اسمش یادته ویتامینه رویاهای دنباله‌دار پیتزا مخلوط چاق و لاغر و سایر دوستان و خرگوش و لاک‌پشت که نمایی رو بارزی بود سوال 31 یه جورایی وارد 12 میشیم حد بی نهایت خب حد 12 حد بی نهایت دیگه میگه اف ایکس مون یه تابعیه لیمیتش چیه؟ لیمیت این توی منفی بی نهایت شده منفی یک آخرش میگه حد تابع دو سه چی میشه؟ یه سوال ترکیبیه بین حد 12 و حد 11 خب آقا من میخوام این حد رو تو بی نهایت پیدا کنم تو بی نهایت مهمترین نکته‌ای که یاد گرفتیم قاعده پرتوانه یعنی گنده ترین صورت به گنده ترین مخرج حالا مخرج این 3x رو دارم این رادیکال زیرش 4x رو از همه گنده تره ولی رادیکال روی 4x رو باشه میشه چی؟ میشه 2x پس شد 3x منهای 2x پس آقا صورت که اینه خب مخرج میشه 5x حالا جواب این حد شده منهای 1 جواب این حد شده منهای 1 پس حتما تبار صورت و مخرج 1ه n 1 دیگه چی؟ دیگه این که ضریب این به ضریب این
شده منهای یک، پس آ منهای پنج. خب اینو دارم، آ رو هم دارم، پس تابم اینجوری میشه منهای پنج ایکس به اضافه 15. اینم که این شکلیه، ایکس به سمت سه. این هم رفقا صرف صرف رومه. واسه رفع امکانش چی کار کنم؟ روش های تشبیهی رو دیگه فراموش کن تا نهایی ها که تموم شد. خوبیتار به کمک خوبیتار شد میتونی جواب بگی. مشتق صورت منفی پنج، مشتق مخرج سه منهایه، رادیکال یو میشه یو پریم، به دو رادیکال یو تمام. ایکس به سمت سه، سه رو قرار میدن میشه چی؟ صورت که منفی پنجه، مخرج میشه سه منهایه. سه رو بندازم 24 و 15 میشه 39، درسته؟ سه رو اینجا بذارم چی میشه؟ میشود 36 و 45، 36 و 45 81، درسته؟ 36 و 45 81، رادیکال 81 میشه 9، پس میشه 2 ضرب در 9. حالا جواب نهایی رو میخوایم پیدا بکنیم. این که به 3 ساده میشه، میشه 13، اینم میشه 6، میشه 18 منهای 13 که میشه 5 ششم، اینم منفی 5، آخرش میشه منفی 6، گزینه 1 میشه. میریم به سراغ سوال 32. این سوال کارش که خورده زیاد بود. این مدل سوال ها رو تو کنکور بذارید آخرا. خب یعنی موقعی که اون سوالایی که در واقع میخواد درصد حداقل تو رو بهت بده رو حل کردی، حالا وقت کافی داری که به سوالایی که بلدی حلشون کنی ولی طول میکشن اون وقت رو اینا اختصاص بدی. خب سوال 32 میگه که اگر لیمیت فورتسه ایکس منهای یک، 4x2 به اضافه ایکس به اضافه بی، ایکس به سمت یه دوم منفی بی نهایت باشه، آیا ضرب به کدام است؟ خب این ضرب خیلی ضرب که معروفیه، یکی دو بار تو کنکور اومده، تو تمام کتابای کمک درسی هم هست. این عدد رو وقتی برمیذارم تو صورت، صورت میشه عدد منفی، مخرج باید صفر مثبت بشه که حاصل بشه منفی بی نهایت، پس مخرج حتما باید چی بشه؟ صفر مثبت. حالا نگفته راست یا چپ، یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف یک دوم مخرج باید صفر مثبت بشه. به عبارت دیگه x مساوی یک دوم ریشه مضاعف مخرج هست، ریشه مضاعف، یعنی آقا دلتای مخرجت باید صفر باشه. آ دو منهای 16 بی صفر. بعد یه نکته دیگه تو حتما میدونی، معادله درجه دو وقتی ریشه مضاعف داره اون ریشه میشه منهای ضریب x به دو برابر ضریب x2، یعنی منهای آ هشتم، این شده یه دوم، پس آ میشه منفی 4، آ رو بذار منفی 4،
16 به مساوی آدوه، 16 به میشه 16، به میشه 1. سوال از شما چی میخواد؟ ضرب آب رو میخواد، میشه منفی 4. گزینه 3. میریم به سراغ سوال 33. سوال 33 یه حد صرف صفرومه. حد صرف صفروم سال هاست همیشه تو کنکور میاد. یعنی من اگه بخوام بگم شاید یادم نمیاد سالی تو کنکور صرف صفروم جز سوال کنکور نبوده باشه. همیشه هست، یه وقتایی دوتا هم اومده. پس جز موضوعاتیه که احتمال اومدنش خیلی زیاده. اینه. خب ایکس میل میکنه به صفر، هم صرف صفرومه، هم میتونی هوپیتال بگیری، هم اینجا میتونی از همارزی هم استفاده کنی. همارزی های مهم یادته، سینوس یو همارز یو بود وقتی یو به سمت صفر میرفت، تانژانت یو هم همارز یو بود وقتی یو به سمت صفر میرفت، یک منهای کوسینوس یو هم عرض بود با چی؟ یک دومه یو دو. تازه اینو در حالت خفن‌تری هم به یاد دادم که اگه دوانش ام باشه میشه ام دومه یو دو. این ام هم میتونه عدد صحیح باشه، هم میتونه عدد کسری باشه، کلا عدد گویا باشه، اوکیه. خب آقا این سوال رو با همارزی بریم خیلی به همون حال میده. نگاه کن الان صورت اینو بنویسم، کوسینوس به توان یک دو، اینم که خب سینوس به توان دو، به جای سینوس ایکس چی بذارم؟ ایکس، پس میشه ایکس دو. به جای صورت چی بذارم؟ طبق آخری امت یک دومه، پس میشه یک چهارم ایکس دو. جواب میشه یک چهارم. برو حالش رو ببر، دیدی چقدر راحت شد؟ آقا با هوپیتال هم حل میشد. آره که حل میشد، یه کوچولو طولانی تر، دستگیرتر بود، یه خورده اذیت بیشتری میکرد. همارزی رو یاد بگیر برای صرف صفرهای مثلثاتی، زمان حل کردن تا خیلی خیلی میاره پای. خب سوال 34 میگه که بذار من آب کنم. میگه نمودار این تابل در نزدیکی مجانب قائمش به کدام صورت است؟ خب آقا این مجانب قائم داره آیا؟ بله داره، مخرج ریشه صفر رو داره، x مساوی صفر ریشه مخرج. خب اطراف صفر حد بگیرید، یه بار صفر بیشتر و یه بار صفر کمتر. صفر بیشتر میشه یک در صفر مثبت، مثبت بی نهایت، صفر کمتر منفی بی نهایت. پس ببین سمت راست مجانب قائمش میره بالا، سمت چپش میاد پایین. جواب میشه گزینه 3. جواب میشه گزینه 3.
میخواییم بریم سراغ سوال 35.